یه خنده از افخمی دیدم، یاد حرف اون پسره میفتم، آیسان که میگه ناله کن فلان. یه اسمم برای این برنامه میخوام بذارم، یه اسم بگو خلاص. مهین تاک، آفت، شهپر، مهوش، پریوش، چه بد کرد. این میتونه اینقدر عصبانیت کنه دیگه. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز تو این ویدیو میخوام در مورد آخرین حواشی رسانه، نمیدونم سیاست، فرهنگ، همه، هر چی تپه دیدید، قهوه‌ای، همه رو جمع کردم تو این ویدیو، میخوام همه رو بچپونم در ماه گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا دیگه نمیکشم، من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. بیام مثلا یه ویدیو درست کنم، بیام در مورد سریال مرداب صحبت کنم، واقعا چی بگم؟ یه آدم که کاملا معمولی ام نسبت به اتفاقات اخیر، نظرمو میخوام بگم، اصلا نظر اشتباهمو میخوام بگم. یه آدم دارن منو سوراخ میکنن به خاطر در واقع جنگ اسرائیل، که من نمیدونم چرا در موردش صحبت کردم، ولی خب چون اینجام داشت میترکید هم جاهای دیگه، به خاطر اینکه دلم پر بود. این ناخونگیر چرا دستمه؟ صحبته منم که دیگه دارید از لای در میشنوید، کم کم دیگه دارم میرم میچسبم به در. حالا این بحث جنگو کردم، من دیدم عابد قطعا میشناسینش، این مسئلهی که واقعا من خیلی روش تاکید داشتم که آقا رادیکالیسمو بذاریم کنار، این افراطیگری فارسیش پدر ما رو در برده، داریم هی میگیم آقا افراطی هن تو ایران، ما بیایم نباشیم. بعد یه گزینه‌ای که همون شبکه‌های فلان که نمیخوام اسمشون رو بیارم، همونا دارن به ما افراطگری رو یاد میدن. حالا میایید به من فوش خارمون، به اون دوستمون فوش بدید که معروفه، نه به من. بنده خدا توی ویدئویی نمیاد حمایت کنه از کسی، گفت آقا اگه جنایت داره اتفاق میفته باید بگیم دیگه، چون مخالف اینیم میگیم خدا لعنت کنه اون گروهو. مثلا این چه تفکریه؟ میگیم این گروه بمیره همه بمیرن، این گروه خوبه. فرهنگ خایمالی نهادینه شده. بحث کنیم، یه نفرتی من از این دوتا شبکه پیدا کردم که من فکر کنم واقعا موزل اصلی ماست، نبودن یه خط فکری سالمه که بذاره واقعا فکر کنیم. موضوع مهم بعدی مرگ داریوش مهرجویی. الگوریتم اینستاگرام اینطوریه که خب وقتی متوجه میشه که عده‌ای دارن ریاکشن زیادی به یک اتفاق نشون میده، خب اون اتفاق رو هی روش تمرکز میکنه دیگه. یعنی مثلا یادمه که دقیقا این مرگ این کارگردان بزرگ اتفاق افتاد، کانالای اینستاگرامی شروع کردم به پستای خیلی ناراحت کننده. مثلا 10 سال پیش مثلا برنامه دور همی طرف اومد بود گفته بود من مثلا خواهرم مریضه، هر چی کلیپ گریه‌دار و بدبختی بود میذاشتن، توی اصل داستان بود، همه دنبال میدونی ناراحتی بودن. و بعد چی میشه؟ یادشون میره، دوباره یه چند ماه بعد یه اتفاقی میفته، یه فاجعه‌ای، دوباره همه، یعنی یه ترند غم ایران. حالا نمیخوام بگم فیک، اینا واقعیه دیگه، غم داره، بدبختیه. خب اصلا نمیخوام، اگه خودمون حواسمون به خودمون نباشه، اگه میخوایم به این کانالای عزیز اتکا کنیم، هیچ تحول در زندگی ما وجود نمیاد. در بند و ایدئولوژی کسی یا گروهی نیستم، سعی میکنم آزاد باشم، میدونم سخته، این تفکر منه که کاملا میتونه غلط باشه. داریوش مهرجویی بر من بزرگه به خاطر اینکه بعد ببینید آدمای بزرگ دیگه در موردش چی گفتن. کارگردان بسیار مهم، ارزنده، پیشوای کشور ما بودن در فصل جدید سینمای ایران، یکی از نام‌های مهم، یکی از بنیانگذاران هستن. من و خیلی دیگه بعد از ایشون حرکت کردیم، گرچه ممکنه که تحسین میکردیم کار ایشون و در زمینه های دیگه ای داشتیم. اما در مورد سریال ها بذار از زخم کاری شروع کنم که دیگه مهمترین بود دیگه. من یه حرفی رو زدم همون اول، همین الانش هم پاش هستم، ریتم کند رو من خیلی دوست دارم، چون اصولا چون عاشق فیلم های فلسفی ترم، یعنی فیلم هایی که یکم میخواد یک حرف از یک ارزش انسانی بزنه، قاعدتا فیلم اکشن نیستش که همه بکوبه بره، یکم زوایای بیشتری از این شرکت به من بده، از این قرارداد به هم بده. الان تو قسمت جدیدی که همین الان من دیدم، داره حرف از رابطه مالک با همین گادفادر ما میزنه. خب این یه دید بیشتری به من میده از این اتفاق و اینکه اون پول چی شد. واقعا این مسئله پول یه سوتی بزرگی بوده. خود همین داستان کند هم چیزی رو برای ارائه نداره. قطعا اگر مالک نبود تا اینجا سریال و نمیدیدیمش، ارتباط بیشتری با سریال اصلا برقرار میکردیم، چون شما نشون دادید و این آدم رو انقدر زدی تو سرش و آوردی پایین، که من توی ویدیوی گفتم که الان میخوایم خروش اینو ببینیم دیگه. مشکل من با سریال سازی ایرانی اینه که
از اول فکر فصل بعدو نکردن. یعنی این سریال برای یک فصل ساخته شده. مثل میمونه دیگه، شما یه ساختمون 4 طبقه می‌خوای بسازی، پیش اندازه همون 4 طبقه آماده کردی، بعد میگی حالا 4 تا ساختیم، خب حاجی یه 4 تا دیگه هم بذار روش بیشتر بفروشیم. خب همین میشه. من اینجوری فکر میکنم قرار بود یه موشه کافی باشه از فصل 1، جزئیات فصل 1 رو ببینیم بیشتر که چرا این اتفاق افتاد، چرا اینو کلاهبرداری کردن. ببین من با بازی میثم اوکی کنار میام، بازیش حالا هر چقدر بخواد بد باشه اوکی ام، ولی من چطور میتونم مثلا میثم به عنوان مدیر عامل یک شرکت قبول کنم؟ خب اینو باید به من بگی، اینو باید به من نشون بدی. فلان چیزو آره فرستادی دیگه، مثلا انگار مثلا داره خیار گوجه داره میفروشه. یعنی تو شخصیت پردازی نمیتونی یک مدیر عامل بسازی. این دیگه ربطی به بازیگر فقط نداره. همونجوری که فکر میکردم اون دوستی که گفتم داره یه حس بی‌احترامی به من میده، کسی که من فکر میکنم میگم حالا ظاهری داره که به گی مثلا بیشتر میخوره، آخرش هم کشته شد دیگه، ببخشید اسپویل هم داشت. و من گفتم که متاسفانه باید این اتفاق میافتاد، یعنی یا باید بدکاره باشی یا باید بمیری، نمیتونی قهرمان باشی. خب چرا میذاریم در مورد سریال مرداب؟ من نمیدونم چند قسمت گذاشته که آقا اینا کارشون چی هستن. و گنگ سریال فقط میمونه داستان این پدری که متوجه میشه که حالا پسرش یه زن صیغه‌ای داشته و حالا صاحب در واقع نوه میشه. وقتی داستان میره جلوتر شما رو همیشه در این شک میذاره، یه اندکی منو تکونی داد که آیا واقعی این داستان یا نه، که میفهمیم نیست. نقطه عطف داستانه اصلا که متوجه میشه اینا سرش کلا گوشه. حتی میتونم بگم این سریال یه فیلم کوتاه بود، ایده خیلی قشنگی بود که یه نفر میخواست گول بزنه خودش جای عروسش. وقتی لو میره داستان، طرف میگه خب باشه دیگه خدافظ، و بعد با ماشین میره. یعنی هیچ کاری بونه نداره، میگه حالا ما چون دیگه رفاقت کردیم اونم، و بعد میفته به نصیحت که پسرم بیا من تو رو راهنمایی کنم. مثلا سریال مرد از اونجا. آخرش میخوام بگم یه خنده از افخمی دیدم، خیلی ذوق میکرد. من اومدم اینجا دارم میخوام فیلم بسازم، اومدم سر صحنه جرم که داستان جنایش تکمیل کنه، اسمم از هیچکاک میاره. یاد حرف اون پسره میفتم، آیسان، که میگه ناله کن فلان. این موهای منم خیلی ها رو عصبانی میکنه. آقا من به خدا این اکسپریمنتال بود به قول معروف، مادم یه چیزی رو تست کنم و خودم حالم خیلی خوبه، حالا اینکه طرف انقدر عصبانیه که به این فوش خارم آدم میده من نمیدونم، این میتونه انقدر عصبانیت کنه دیگه. میدونم که خیلی حرفان پراکنده شد، در مورد خیلی چیزا صحبت کردم بدون اینکه چیزی بنویسم، هم اومدم دوربین روشن کردم دارم باهاتون صحبت میکنم. تو ویدیوهای بعدی یکم منظم‌تر بیام در مورد آیتما صحبت کنم که خیلی پراکنده نباشه و یهو هر چی تو ذهنم میاد نگم. اینو حتما برای من بنویسید، نظرتون رو بذارید، من حتما میخونم. یه اسمم برای این برنامه میخوام بذارم. یه اسم بگو خلاص. مهین تاج، آفت، شهپر، مهوش، پریوش، چه بدکرد. که حالا اگه دوست داشتید، اگه نه که اصلا جداگانه در مورد همین فجایع بیام صحبت کنم. مرسی، خدافظ.